تصمیم اخیر وزارت عدلی مبنی بر توقف نشرات تلویزیون تمدن به یک سوژه داغ در فضای مجازی تبدیل شده به در فیسبوک و اکس کاربران تلویزیون تمدن را یک رسانه دینی و ارزشگرا و پاسدار ارزشهای اسلامی در برابر تهاجم فرهنگی بیگانه عنوان کردند ابوبکر غزالی در صفحه فیسبوک خود نگاشته تلویزیون تمدن نسبت به رسانه های دیگر متفاوت است و ویژگی هایی که دارد آن را از رسانه های دیگر مجزا ساخته. این رسانه در ترویج فرهنگ اسلامی در هیچ شرایط پا عقب نکشیده. امیدوارم امارت اسلامی افغانستان به عنوان نظام اسلامی در قسمت این رسانه از دقت لازم کار بگیرد تا صدای رسای ارزش های اسلامی از تریبیون این رسانه خاموش نشود. کاربر دیگری به نام برشنا یوسفی نوشته تلویزیون تمدن به عنوان یک مرکز معتبر دینی برای بالا بردن آگاهی و دانش مردم کار می کند. این شبکه در قسمت تقریب مذاهب و یکجا کردن و اتحاد مردم افغانستان نقش مثبت را بازی کرده. برخی دیگر هم گفتند تلویزیون تمدن و مجموعه دینی علمی خاتم النبین صلی الله علیه و آله و سلم که در راستای ترویج ارزش های اسلامی و معرفتی کار می کند، هیچ ربطی به جریان سیاسی ندارد. تلویزیون تمدن تنها رسانه ای است که اعتبار ملی و اسلامی دارد و چراغدار فرهنگ اسلامی و فکر ملی در کشور است. در دو روز گذشته فضای مجازی از پوست های مربوط به تلویزیون تمدن و حوزه علمی خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم پر شده در مطالبی که برخی به نقش آموزشی این رسانه در یک کنیم دهه اخیر پرداخته و به آن جایگاه معلم خانگی و راهنما را در خانواده و جامعه داده است تلویزیون تمدن به تمام مسلمانان جهان و مردم صالح ارتباط دارد. باید با قلم، قدم و زبان کوشش شود که جلو قطع نشرات تلویزیون تمدن گرفته شود. با این همه خواست کاربران شبکه های اجتماعی مشخص است. این سه نهاد علمی، دینی و رسانهی به هیچ جریانی وابسته نیست و نباید جلو فعالیتان گرفته شود.